من خبر بسیار شگفت‌انگیز و شادمانی برای شما دارم. حس بزنید خبر چیست؟ ما در سال 1398 هجری شمسی قرار داریم. یک سال و نیم مانده به ورود به قرن 15 هجری شمسی. خبر این است همه شما دوستان و همه حضار این جلسه معماران قرن 15 هجری شمسی هستیم. ما در معماریمون هنگامی میتونیم موفق باشیم که از قرن گذشته یک آسیب شناسی درستی داشته باشیم. قرن گذشته چه قرنی بوده است؟ داستانهای مهمی داشته ایم. داستانهای منفی، داستانهای مثبت. ما به کره ماه دسترسی پیدا کردیم. در قرن گذشته ما بر بیماری‌های واگیر مسلط شدیم. اینها داستان‌های مثبت است، اما داستان‌های منفی نیز داشتیم. من نام این داستان‌های منفی را داستان‌های اهریمنی یا پارادایم‌های اهریمنی می‌نامم که راجبش صحبت خواهیم کرد. ما برای اینکه طبق گفته اقبال که گفت فروغ آدم خاکی ز تازه کاری هاست، مه و ستاره کنندان چه پیش از این کردن، برای اینکه بتوانیم تازه کاری کنیم باید پارادایم های اخلاقی و تمدنی قرن 14 را خوب بشناسیم، برای اینکه بتوانیم قرن بهتری طراحی کنیم. قرن 14 هم از چه پارادایم هایی برخوردار بود؟ چهار پارادایم اصلی در قرن 14 هم: فردگرایی، جنگ‌های جهانی، تنهایی‌های فراگیر و نهایتاً یک جانب گرایی. ایمانوئل کانت به درستی گفت اراده آزاد مهمترین عنصر ایجاد ارزش‌های اخلاقی است، اما با سوء تعبیری جوامع به ویژه در غرب خودمختاری را مهمترین ارزش اخلاقی تلقی کردند و در نتیجه همه روابط خود را، روابط انسانی، روابط اجتماعی خود را قربانی و خرج احراز خودمختاری کردند. جنگ اول جهانی درست موقعی تمام شد که قرن 14 هجری شمسی آغاز شد. این جنگ با شرکت 28 کشور، حدود 40 میلیون از نفوذ انسانی قربانی گرفت. چند دهه بعد جنگ دوم جهانی با شرکت 61 کشور، 80 میلیون از نفوذ انسانی قربانی گرفت. ایران هم از این جنگ در امان نماند. در سه دهه اول قرن 14 ایران توسط قوای روس و انگلیس اشغال شد. ایران آموخت که جنگی که در اروپا در میگیرد ممکن است ترکش‌هایش به یک کشوری در خاورمیانه برخورد کند. بنابراین ایده جنگ محدود ایده نادرستی است. عامل اهریمنی سوم، تنهایی‌های فزاینده در زندگی اجتماعی. از طنزهای تاریخی است که دولت برگزیت تحت ریاست خانم ترزا می برای نخستین بار در تاریخ وزیر امور تنهایی منصوب کرد. خانم کروچ، تریسی کروچ، اولین وزیر امور تنهایی شد. دلیل این انتصاب این بود که به دولت بریتانیا گزارش دادند در نتیجه تنهایی‌های گسترده بیش از 9 میلیون انگلیسی دچار انواع بیماری‌های روانی و جسمی هستند و هزینه اینها برای دولت انگلیس بسیار سنگین است. داستان تنهایی‌ها در غرب نیست، در همه جهان
ما مواجه با پدیده تنهایی ها و افسردگی ها هستیم. هم اکنون که من با شما صحبت می کنم، در جهان نزدیک 800 هزار نفر سالانه خودکشی می کنند. دوستان، یعنی در هر 40 ثانیه یک نفر خود را در نتیجه تنهایی و افسردگی می کشد. پدیده اهریمنی چهارم در قرن 14 که مورد آسیب شناسی ماست، یک جانبه گرایی، ظهور یک جانبه گرایی در روابط بین الملل، سمبل این یک جانبه گرایی ظهور ترامپ در صحنه سیاست امریکاست، سمبل دیگرش خانم ترزا می یا دولت برگزیت در بریتانیا. به اینجا ختم نمی شود داستان. انواع احزاب راستگرا و فاشیستی در اروپا مثل قارچ در یکی دو سال اخیر سبز شدند. اینها چهار پدیده اهریمنی قرن 14 هستند که ما برای معماری قرن 15 باید بتوانیم از شر آنها خلاص شویم. چگونه این ممکن است؟ هر چهار پدیده اهریمنی سوار بر یک گزاره فلسفی هستند. گزاره فلسفی چیست؟ تنهایی و خصومت، تنهایی و تقابل. تنهایی و تقابل دوستان هر دو آبشخور یک فلسفه هستند. فلسفه این است که رستگاری امری انفرادی است. سراب این فلسفه موجب چهار پدیده اهریمنی در قرن 14 بوده است. این چهار پدیده اهریمنی هزینه‌های بسیار سنگینی را بر گرده جوامع مختلف انسانی تحمیل کردند. سه هزینه عمده، 120 میلیون کشته فقط در دو جنگ جهانی، هزینه نفوس انسانی. 1.8 تریلیون دلار آخرین هزینه تسلیحاتی در سال 2018 تخمین زده می شود. دوستان، با 1.8 تریلیون دلار می شود تمام جمعیت خاورمیانه به علاوه 30 میلیون دیگر را حقوق یک سال معلمی داد با حقوق متوسط زندگی در خاورمیانه. هزینه سوم که از هر دو هزینه فراتر و مهمتر هست، هزینه‌های عظیم نجومی نادوستی هاست، فرصت‌های از دست رفته دوستی. ما وقتی در جنگیم، ما وقتی با یکدیگر بی تفاوت هستیم، هزینه‌های سنگین نادوستی را می‌پردازیم بدون اینکه متوجه شویم. این سه هزینه کلان شوک‌های عمده‌ای به فلسفه سیاسی غرب وارد آورد و در نتیجه بلافاصله بعد از جنگ دوم جهانی فلاسفه سیاسی غرب بران شدند که آسیب شناسی کنند و به دنبال یک پارادایم جدید باشند. آنها متوجه شدند ما نیاز به جهان معاصر نیاز به یک پارادایم شیفت یا جهش تمدنی دارد. بنابراین فلاسفه سیاسی غرب متوجه شدند که دموکراسی و آزادی به تنهایی نمیتوانند صلح پایدار به بار آورند. نکته جالب این که اونها متوجه ارسطو شدند، برگشتند به پیشینه تاریخ، به ارسطو و مخصوصا کتاب اخلاق نیکوماخوسی که دو فصل آن به دوستی اختصاص دارد و یک فصل به عدالت. و از اینجا بود که دوستی پژوهی در غرب آغاز شد و به سرعت جلو رفت. جالب است که بدون در نیمه اول قرن 20 تنها دو کتاب در مورد دوستی پژوهی در امریکای شمالی منتشر شد. در آغاز قرن 21 بیش از 30 کتاب مهم آکادمیک در مورد دوستی پژوهی در امریکای شمالی هم انتشار یافته هم تدریس می شود. خود من یکی از مدرسین دوستی پژوهی هستم و افتخار دارم که از میان 60 دانشگاه امریکای شمالی که کلاس‌های دوستی پژوهی دارند، تنها کلاسی که بین رشته ایست متعلق به این جانب است و اون رو اختراع کردم. دوستی در سیاست، دوستی در مذهب، دوستی در اقتصاد و دوستی در
هنر. ارسطو چه میگفت که مورد توجه فلاسفه سیاسی غرب قرار گرفت؟ ارسطو متوجه شد که عدالت ارزش یا پارادایم پایه‌ای است، ابتدایی است. او در جستجوی فضای اخلاقی فرا عدالت بود و به دوستی رسید. ارسطو گفت در جامعه دوستان به عدالت نیازی نیست، اما در جامعه مبتنی بر عدالت همچنان به دوستی نیاز است. این جمله ارسطو در واقع دستمایه نهضت‌های دوستی پژوهی در جهان غرب گردید و برکات بسیاری به بار آورد. برگردیم به جهان خودمان. در خاورمیانه چه می‌گذرد؟ همکنون که من با شما صحبت می‌کنم، بین افغانستان تا نیجریه، در خاورمیانه بزرگ نزدیک به 8 جنگ طولانی در جریان است. افغانستان، عربستان، عراق، امارات، سوریه، سودان، لیبی، یمن، 8 جنگ عمده. آیا این 8 جنگ برای ما کفایت نمی کند که متوجه شویم ما نیز به یک پارادایم شیفت، به یک جهش تمدنی نیاز داریم؟ آیا برای ما کافی نیست که برگردیم به منابع خودمون، منابع ایرانی اسلامی و دوستی پژوهی رو جستجو کنیم و بنا بگذاریم؟ بذارید یک مثالی برای شما بزنم، برای اینکه متوجه شوید که ما منابع کافی و جامع داریم. هگل، فیلسوف مشهور آلمانی، گفت ماهیت انسان از اندیشه ورزی شکل می‌گیرد. کارل مارکس گفت انسان با کار کردن ماهیت خود را می‌سازد. 1000 سال قبل از هگل و مارکس، ابو علی مسکوی، فیلسوف بزرگ ایرانی، گفت انسان از ریشه انس ورزی با انس ورزی خود را می‌سازد. انسان نتیجه هنر مهربانی است. ابو علی مسکوی تنها فرد نبود. راغب اصفهانی میگفت فردگرایی نشانه غرور و تکبر و ضد اخلاق است. ابو حیان توحیدی شیرازی میگفت دوستی بر عشق مرجح است، زیرا دوستی بر عقلانیت استوار است. حاجی نصیرالدین طوسی به حکومت‌ها خاطر نشان میساخت که عدالت و انصاف برای حکومت و وحدت بین ملت‌ها و در درون ملت‌ها کفایت نمی‌کند. حکومت‌ها باید نهادهای دوستی و مهربانی را ایجاد کنند. این منابع به ما خاطر نشان می‌سازد که فرهنگ ایرانی و اسلامی منابع قوی و کافی و جامعی برای شروع دوستی پژوهی دارد که می‌توان به کمک آن جهش تمدنی را ایجاد کرد. برای بست تمدن دوستی محور چه باید کرد؟ سوال مهم. اکنون نسخه چیست؟ دو کار: بست دوستی پژوهی و ایجاد نهادهای دوستی. دوستی پژوهی را باید به صورت بین رشته‌ای در تمام دانشگاه‌ها و مدارس کشور گسترش بدهیم. من خوشحالم که پارسال گذشته با استفاده از یک فرصت مطالعاتی نخستین کلاس دوستی پژوهی را در دانشگاه شیراز تدریس کردم در سطح دکترا، و امیدوارم که در سایر دانشگاه‌های کشور نیز و کشورهای خاورمیانه دوستی پژوهی نضج بگیرد. کار دوم عبارت است از ایجاد نهادهای دوستی. انتصاب خانم تریسی کروچ به عنوان وزیر امور تنهایی یک بدسلیقگی نامی داشت. ما برای ایجاد عدالت نمیگوییم تأسیس وزارت بی‌عدالتی، میگوییم تأسیس دادگستری. نام این وزارت میبایست وزارت امور دوستی بود. ما نیازمندیم وزارت امور دوستی در همه کشورهای خاورمیانه و در جهان اسلام تأسیس گردد، همراه با نهادهای دوستی محور. ما میتوانیم از تنهایی و جنگ عبور کنیم.
ما می توانیم از تنهایی و جنگ عبور کنیم. رابرت والدینگر، رئیس بزرگترین تحقیقات دانشگاه هاروارد در مورد سلامت، گفت اثر تنهایی روی سلامت به مراتب خطرناکتر است از درجه فشار خون و کلسترول. هزار سال قبل از او، ابوالحسن اجویری، فیلسوف ایرانی، گفت دوستی یک وظیفه است، زیرا تنهایی مرگ است. ما می توانیم از جنگ نیز به کمک دوستی به مثابه جهان بینی عبور کنیم. مارتین لوتر کینگ در میانه قرن بیستم گفت همان گونه که انسان ها از دوران بردهداری عبور کردند، می توانند از دوران جنگ نیز عبور کنند. ما می توانیم به کمک دوستی پژوهی از تنهایی ها و از ایدئولوژی های تقابل عبور کنیم. سال پیش پرزیدنت کارتر جمله ای به ترامپ گفت که وجدان هر امریکایی را قاعدتا باید به درد آورد. او گفت از 242 سال که از استقلال امریکا می گذرد، تنها این کشور در 16 سال عاری از جنگ بوده است. نه عامل تمدنی بدون دوستی ممکن نیست. عدالت ممکن نیست، امنیت ممکن نیست، سلامت جامعه، جسم و روان و محیط زیست ممکن نیست، اخلاق و دینورزی ممکن نیست، شادمانی و سعادت ممکن نیست، توسعه علمی ممکن نیست، توسعه اجتماعی ممکن نیست، دموکراسی ممکن نیست و مهمتر از آن صلح پایدار نیز ممکن نیست. همه این سخنان شاید در سخن کوتاه دیوید سداریس خلاصه شود. انسان‌ها به اندازه‌ای که مهربان نیستند احمقند. 700 سال قبل از دیوید سداریس، سعدی شیرازی گفت تا دوست در کنار نباشد به کام دل، از هیچ نعمتی نتوانی که برخوری.